درود بر شما. 23 شهریور ماه 1397 خورشیدی و 14 سپتامبر 2018 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به حمله نظامی جمهوری اسلامی ایران به کردستان عراق. پرده آخرم آخر برنامه. درباره تقدیمی هم که این هفته هم نداریم، فقط یه یادآوری بکنم که برامون بیاین، به جای اینکه ایمیل و پیام نوشتاری بفرستین، خواهش میکنم پیام صوتی یا تصویری بفرستین تا بتونیم تو قسمت تقدیمی پخش کنیم. 17 شهریور 97، شنبه پیش، 3 زندانی کرد اعدام شدن و حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر مرکزی حزب دموکرات کردستان در کوی سنجق در استان اربیل عراق انجام شد. حزب دموکرات کردستان اطلاعیه‌ای داد و نوشت در اثر حمله موشکی شنبه 17 شهریور ماه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به قرارگاه دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان با کمال تأسف 15 تن از اعضای رهبری، کادرها و پیشمرگان حزب به شهادت رسیدند و نزدیک به 40 تن زخمی شدند. همون روز 17 شهریور 3 جوان کردی که دوتاشون 9 سال بود که زندانی بودند تو زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. اعدام زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی رو سازمان‌های بین المللی حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و بعضی دولت‌های جهان محکوم کردند. زانیار و لقمان مرادی از تابستان 88 زندانی بودند. رامین حسین پناهی از تیر ماه 96. دادگاه علنی که اصلا وجود نداره، خواستم بگم نداشتن، اصلا وجود نداره تو ایران. چرا میگیرن؟ بر چه اساسی محکوم میکنن؟ چرا اعدام میکنن؟ فقط اینقدر شکنجه میکنن تا بتونن اعتراف دیکته شده از زندانی بگیرن که بعدش بگن اعتراف کرده بود به جرمش. زانیار و لقمان بنا به نوشته خودشون در نامه‌هایی که از زندان فرستادن زیر شکنجه تاب آوردن تا زمانی که به جای صندلی شیشه نوشابه گذاشتن، گفتن بشینین. خواستن بهشون تجاوز کنن، اونجا میگن هر چی بخواین میگین. حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی گفت اصلا اجرای حکم اعدام رامین طبق قوانین جمهوری اسلامی غیر قانونی بوده. توی دادگاه چند دقیقه‌ای به اعدام محکومش کرده بودن. صالح نیکبخت وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی هم به صدای آمریکا گفت که جمعه شب 16 شهریور چند ساعت قبل از اعدام رفته زندان رجایی شهر، اما مقامات زندان به ایشون گفتن حکمی در ارتباط با این زندانیان در آن زندان اجرا نمی‌شود و این دو زندانی و پرونده آنها به مقامات اطلاعات تحویل داده شدند. اما روز شنبه چند ساعت بعد خبر اجرای حکم اعدامشون در زندان رجایی شهر منتشر شد. قبلش وکیل سرشناس میره دم زندان یا قام ببینم زندانی رو، نگران نباشین ما پرونده رو فرستادیم اطلاعاتش ببرین تا بعد و چند ساعت بعد اعدام. اینه اقدام علیه امنیت ملی. اساس اتهام این سه جوان بود، اتهام واهی دستگاه عدل جمهوری اسلامی برای زندانی کردن و کشتن. نزدیک 2 ماه قبل از اعدام این سه جوان، اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی و عموی لقمان مرادی از مدیران جمعیت حقوق بشر کردستان و عضو فعال کمپین نه به اعدام تو شهر پنجوین عراق ترور شد با 7 گلوله 27 تیر 97. اقبال مرادی که پیشتر به اتهام عضویت در حزب کمله کردستان ایران 6 سال زندانی بود، در سالهای اخیر در هیچ حزب سیاسی عضویت نداشت. کل خانواده و خاندان و جمهوری اسلامی نابود میکنه اگر قدرتشو داشته باشه. همه بحثم همینه. یک زمان جنایت حاکم از سر قدرته، یه موقع از سر ضعف و تقلا برای خودنماییه. حالا تو این بارها با مهمونای برنامه صحبت خواهیم کرد. حزب کمله و حزب دموکرات هر دو
حزب ریشه‌دار کردستان ایران هم که البته بارها دچار انشعاب شدن تو این 40 سال گذشته، حزبی که شنبه پیش به مقر مرکزیش در کردستان عراق حمله شد، حزب دموکرات کردستان که دبیر کلش مصطفی مولودی است، تشکیلاتی که آقای مولودی دبیر کلش سال 1385 از حزب دموکرات کردستان ایران جدا شد به دلیل اختلافات در شیوه رهبری حزب. به هر حال این دو تا تشکیلات که هر دوشون برای مردم کردستان به نام حزب دموکرات شناخته میشن، فارغ از اختلافایی که در رهبریشون یا تشکیلاتشون دارن، این دو احزاب بزرگ کردستان ایران، اسم یکیشون حزب دموکرات کردستان بدون پسوند ایران، اسم یکی دیگرشون حزب دموکرات کردستان ایران، هر دونم به عنوان حزب دموکرات همه میشناسن. این دو حزب و حزب کمله که اونم دو شاخص البته، انقدر ریشه و نفوذ دارن در مردم کرد ایران که وقتی فراخوان به اعتصاب میدن تقریبا همه کسبه کرد در ایران اعتصاب میکنن. همین چهارشنبه 21 شهریور رو میگم، ما حالا ویدیوهاشو میبینین، این فراخوان اعتصابی است که این احزاب منتشر کردن روز یکشنبه گذشته. این احزاب اواخر سال 96 همین دو حزب کمله و حزب دموکرات و در واقع دوگانه های کمله و حزب دموکرات اواخر سال 96 اتحادی رو اعلام کردن به اسم مرکز همکاری احزاب کردستان ایران که متشکل است از حزب کمله کردستان ایران، کمله زحمتکشان کردستان، سازمان خبات کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان. فعالان مدنی در کردستان با کمپین در خانه های خود میمانیم و مرکز همکاری احزاب کردستان ایران بودند که روز یکشنبه گذشته، یک روز بعد از اعدام 3 جوان کرد و حمله به مقر حزب دموکرات، از کسبه کردستان ایران خواستند که اعتصاب کنند در اعتراض به این جنایت ها و روز اعتصاب هم اعلام کردند، چهارشنبه 21 شهریور. چهارشنبه تقریبا تو تمام شهرهای استان کردستان ایران اعتصاب عمومی بود. را 21 شهریور مریوان اعتصاب کلی من گردم همه دوکانه کن سلام کلی قپاته یک خرمانان خیابان مردوخ جنوبی شهر سینا. دشمن خیالی خواه گریگی بید هیرش بکاده سر اپوزیسیون کردی لگل همو جوانگانی روشحالات طرفه. اسرائیل هزاره توبارانی گریه زاد نگاه نفس کشید. چهارشنبه 21 شهریور خوشنویه ساعت 11 صبح تقریبا همه شهرهای استان کردستان و چند شهر از استان کرمانشاه و استان آذربایجان غربی اعتصاب کردند. بان، سقز، مریوان، سنندج، مهاباد، اشنویه، پیرانشهر، بوکان، پاوه، قصر شیرین. 21 شهریور 97 ساعت 11 صبح بازارچه شاه عباسی قصر شیرین، همه جا قرفه ها تعطیل. ببینید در فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران آمده بود برای اعلام نارضایتی از موشک باران کردن قلعه دموکرات توسط سپاه پاسداران و اعدام زندانیان سیاسی کرد. روز چهارشنبه در حرکتی مدنی مردم در شهرهای مختلف کردستان از خانه بیرون نیایند و بازار و ادارات اعلام اعتصاب سراسری بکنند.
از دهه 60 به این طرف، یعنی در شما دارم نزدیک 40 سال گذشته، این کسایی که آشنان با تاریخچه 40 سال گذشته ایران، این شاید گسترده ترین پاسخ مردم کردستان ایران بود به فراخوان احزاب کرد برای اعتصاب سراسری همین چهارشنبه 21 شهریور. یعنی یه زورآزمایی مدنی و سیاسی بود در واقع بین احزاب و حکومت جمهوری اسلامی، برای اینه که میگم این احزاب ریشه دارن و بیایم تبلیغات جمهوری اسلامی رو که اینا تروریست تجزیه طلبان تکرار بکنیم، صورت مسئله رو فقط سعی کردیم پاک کنیم که اینجوری نمیشه. بذارین یه مختصری برگردیم به اول انقلاب. جمهوری اسلامی در کردستان از اول مشکل مشروعیت داشت، برعکس بقیه استان‌ها و مناطق ایران. خود خمینی در کردستان مشکل مشروعیت داشت، در هیچ منطقه در ایران تقریبا هم چیزی وجود نداشت. نه مردم کردستان جمهوری اسلامی رو میخواستن و گفتم رفراندومش هم تحریم کردن، آری یا نه اصلا نرفتن، نه جمهوری اسلامی میتونست احزاب کمله و دموکرات رو به راحتی نابود کنه با اون حمایت توده‌ای که این احزاب داشتن. تو هر خونه ای یه نفر بود یا هوادار بودن. خمینی 26 مرداد 58 سخنرانی کرد و فرمان جهاد علیه کردستان داد. در این فرمان جهاد خمینی اومد هم گفت که اشداء علی الکفار باید حمله کنین و نابود بکنید مخالفان رو در کردستان، و تو همون سخنرانی گفت که نشریات رو میبندیم، کسایی که بخوان ساز مخالف بزنن همه رو نابود میکنیم. و تو اون سخنرانی نشون داد که هدف فقط کردستان نیست. این سخنرانی رو اگر که ما بتونیم پیدا کنیم براتون پخش میکنیم. خیلی مهم بود از این نظر که فقط هدف کردستان، چون بلافاصله بعد از اینکه میگه بعد ارتش باید بره کردستان مسامحه نکنه فلان نکنه سپاه بره از این حرفا، همون موقع میگه نشریات رو میبندیم سرکوب میکنیم. سرکوب مطلق سراسری هدفش بود، ولی خب کردستان بیشتر از بقیه جاها مقاومت میکرد. یه بار 28 مرداد 58 سپاه و ارتش حمله کردن و یه بار 31 اردیبهشت 58. اون موقع تخمین زده می شود که 10,000 نفر از اهالی کردستان در این دو جنگ کشته شدند، بیش از 1,000 زندانی کردم اعدام شدند. طرح نابود کردن احزاب کردستان ایران از اواخر جنگ ایران و عراق دوباره شروع شد، از طریق ارتباط گرفتن با احزاب اصلی کردستان عراق که در کنار زدن حکومت صدام با جمهوری اسلامی خب منافع مشترک داشتن، اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب دموکرات کردستان که اولی به رهبری جلال طالبانی بود که بعد شد رئیس جمهور عراق، و دومی به رهبری مسعود بارزانی بود که شد رئیس اقلیم کردستان عراق. اینا خب با جمهوری اسلامی در سرنگونی صدام منافع مشترک داشتن، خیلی کشورها منافع مشترک داشتن با جمهوری اسلامی در اون مقطع. به هر حال یکی از فرمانده‌های سپاه که مسئول مذاکره با کردهای عراق بود سر کردهای ایران، سردار سرتیب جعفر صحرارودی بود، همون که سال 1368 عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران رو سر میز مذاکره در وین در اتریش ترور میکنه. صحرارودی سرتیم ترور قاسملو بود که به عنوان رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی میره تو اتاق مذاکره، قاسملو رو میکشه، خودش هم زخمی میشه، میبرنش بیمارستان و نهایتاً در توافق با اتریش خیلی زود آزاد میشه و برمیگرده ایران. این چیزی که من بسیار مختصر دارم میگم، یه موقعی اگر که نسلای خیلی امروز، یعنی جوانای 20 ساله 22 ساله 22 ساله نمیدونن قضایا رو، بعداً برنامه مفصلی خواهیم گذاشت، دربارش برنامه‌هایی هم داشتیم. حالا بعد از حمله موشکی هفته پیش به مقر حزب دموکرات کردستان، یه روز بعدش یعنی روز 18 شهریور 97، سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده سابق مجلس نوشت نیروهای سپاه پاسداران در واکنش به تحرکات گروه‌های تروریستی تجزیه طلب روز شنبه مواضع نظامی گروهک تروریستی حزب دموکرات کردستان ایران را در نزدیکی شهر کویه واقع در 200 کیلومتری مرز ایران هدف قرار داد. اما
چرا سپاه این اقدام را انجام داد؟ پاسخ را در فیلم زیر مشاهده کنید، موضوعی که سال 75 هم رخ داد. حالا قسمت روی این فیلم زیر رو ببینید. تدبیر بعدی سردار کاظمی بمباران خانه امن دموکرات هاست. ضد انقلاب که همه چیز خود را در این بمباران ها از دست داده، چاره ای ندارد که تا عمق خاکی کردستان عراق عقب بنشیند. کوی سنجر آخرین پناهگاه آنان به حساب می آید. این گله را ارتش روسیه در واقع ارتش شوروی ساخته بود برای ارتش عراق. یه قلعه مستحکم عرض شد خدمتتون که به استعداد یک لشکر که اونجا همه امکانات و اینها داشتن، با توجه به اینکه ارتش عراق دیگه اینها را ترک کرده بود بعد از سال 1990، در واقع اینو در حوزه جلال طالبانی بود، اینو داده بودن به حزب منحل دموکرات. هدف این عملیات منطقه کوی سنجق در عمق 250 کیلومتری خاک کردستان عراق است. خب سهرارودی که عامل مهمی بود تو این عملیات که این شخص داشت صحبت میکرد در باره که کسایی بود که تو این عملیات بود، سهرارودی خودش که حالا میبینیم صحبت کردنش رو چند سال از بعد از کشتن قاسملو که گفتم برگشت ایران، باز وارد معاونت اطلاعات سپاه شد و ترورهای ادامه پیدا کرد. یکی از مهمترین اهداف هم نابود کردن و ترور رهبران کرد و نابود کردن احزاب کردستان بود. چی کاره بود اون موقع سهرارودی؟ من در اون زمان هم مسئول اطلاعات سپاه بودم، هم فرمانده قرارگاه رمضان. بله. فرمانده اصلی اون عملیات که دارن درباره صحبت میکنن احمد کاظمی بود که دارین میبینین با فؤاد معصوم نماینده اتحادیه میانه کردستان عراق داره صحبت میکنه. فؤاد معصوم به درخواست احمد کاظمی نماینده شد که بره با حزب دموکرات کردستان ایران مذاکره کنه و در واقع وادارشون کنه که اون مقر رو ترک کنن و تسلیم بشن. حزب دموکرات هم از اون ور میره به سازمان ملل شکایت میکنه که جمهوری اسلامی اینجا تو خاک عراق دست به جنایت زده و بدون اینکه اینجا میدون جنگ باشه زن و بچه و همه رو داره اینجا بمبارون میکنه، اونم در داخل خاک کشور دیگری. حالا بقیهش از خود سردار تروریست سهرارودی بشنوین که به صراحت میگه ما برای ادامه ماموریتمون سر سازمان ملل کلاه گذاشتیم. صریح میگه رون ارتفاع هیب سلطان به تو شهید کاظمی و سردار مهرابی و اینا که با هم بودیم اون بالا واسه منطقه رو میدیدیم که داره هدف قرار میگیره. نماینده سازمان ملل اومد و که چه خبره، مثلا چیه این تو خانه فلان از این. ما به این دوستان اتحادی که ما بودن گفتیم برید بگید که زارا ارتش عراقه، وقتی که ما می‌خواستیم وقت بگیریم تا اینا بخوام برام بررسی کنن کارمون رو انجام بدیم. خب اینا هم رفت دیگه، رفت که برن به عراق اعتراض کنن چرا دارید آتش باری میکنید، چون نمی‌دونن آتش از کجا داره میاد. اول که اومدن مراجعه کرد بخاطر که ما قبضه تو دره مخفی کرده بودیم، محل قبضه پیدا نبود، می‌دیدن که داره توپ میاد و مثلا موشک میاد اینا. اون موقع میگه ما کلک زدیم به سازمان ملل، الان هم میان در عمق 250 کیلومتری خاک یک کشور دیگه موشک میندازن و آدم میکشن. این آقای سهرارودی هم که داره این حرفا رو میزنه میدونین دیگه، این در مراسم تحلیف ریاست جمهوری جناب آقای حسن روحانی رو ایشون مسئولش بودن. درباره کابینه حسن روحانی موقعی باید درست صحبت کنیم، مخصوصا درباره همین جنابی که دست راست حسن روحانی است، الان رئیس دفترشه، آقای واعظی. باری دیشب با دکتر آسو حسنزاده نماینده حزب دموکرات کردستان و جانشین دبیر کل این حزب صحبت میکردم، جزئیات حمله شنبه پیش رو پرسیدم، از جمله این نکته که فیلمی که از پرتاب موشک‌های سپاه به مقر حزب دموکرات در شهر کویه رسانه‌های حکومت منتشر کردن نشون میده که ظاهراً 5 تا موشک زدن ولی مثل که همش به هدف نخورده.
خب چند تا موشک به مقر خورد و اونایی که نخورد به کجا خورد؟ چند تاش خورد یا تو شهر کویه که این سنجاب هومه چسبیده به شهر کویه است؟ آیا مردم هم تلفاتی دادن؟ بله با سلام خدمتتون عرض کنم که هنوز تحقیقات ما با کمک گرفتن از کارشناسان خارجی در جریان هستش، ولی در اینکه موشک‌ها از ایران احتمالاً از ارومیه شلیک شده شکی نیست، این حقیقت داره. در مورد تعداد موشک‌ها خود سپاه و خبرگزاری‌های متعلق به سپاه خبرهای ضد ناقیزی رو پخش کردن. چیزی که طبق شواهد عینی و چیزی که آنچه که اینجا بر ما گذشت میتونم تایید کنم اینه که هدف موشکباران که مقر دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان و دقیقاً محل برگزاری پلنوم کمیته مرکزی حزب ما بود، لااقل سه تا از موشک ها به هدف خوردن، یعنی در حیات محل برگزاری پلنوم موشک اول به زمین خورده، بعدن لااقل دو تا از موشک ها به سالن و بالای سالن جلسات کمیته مرکزی خورده و همون جا، یعنی در هول و هوش قلعه دموکرات، یعنی همون پادگان نظامی قبلی صدام حسین که الان شده تقریبا 25 سالیه که دفتر سیاسی ما با موافقت نیروهای کرد عراقی و حکومت اقلیم کردستان اونجا مستقر هستش. دوتا از موشک ها در حول و حوش این قلعه به زمین خوردن که در اثر به زمین خوردن یکی از موشک ها به علاوه اون تعداد از اعضای رهبری و پیشمرگان حزب دموکرات کردستان، دوتا از پیشمرگان حزب دموکرات کردستان ایران هم در محل آموزشگاه نظامی حزب دموکرات کردستان ایران شهید شدن و موشک های دیگری هم در همین نزدیکی ها زمین خوردن و حتی اخباری را در دست داریم که موشک دیگری هم خیلی دورتر از هدف خودش به زمین خورده. به هر صورت تعداد موشک ها لااقل سه تاشون به قلعه حزب دموکرات کردستان یا مقر دفتر سیاسی حزب دموکرات خوردن. آیا حمله به مقر دموکرات ها در کوی سنجاق با موافقت حکومت اقلیم کردستان عراق انجام شده یا مشخصاً با همکاری اتحادیه میانی کردستان عراق بوده؟ حقیقت امر اینه که تقریبا نزدیک به یک سال و نیم دو ساله که مخصوصا پس از اینکه پیشمرگان ما دوباره در مرزها مستقر شدند و در سالهای گذشته هم همان بر طبق روال سالهای گذشته سالهای پیشین پیشمرگان ما برای انجام فعالیت سیاسی و تشکیلاتی و نه به منظور نظامی به داخل کشور می رفتند و میان مردم حضور داشتند، این اواخر در واقع مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی
تهدید میکردن که میخوان ما رو بزنن و هدف قرار بدن حتی در عمق خاک کردستان عراق. و این را تایید میکنم که از تابستان پارسال تا حالا نمایندگان حکومت اقلیم کردستان و از متشکل از هر دو حزب اصلی کردستان عراق، یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، نگرانی های خودشون رو در این ارتباط به ما میرسوندند. این به این معنی نیست که ما هیچ کدوم از جریانات اصلی کردستان عراق، نه حزب دموکرات کردستان عراق و نه مخصوصا اتحادیه میهنی کردستان که به نظر جغرافیایی همجوار و همسایه جمهوری اسلامی هست، از ناحیه از به لحاظ نفوذ و سیطره در کردستان عراق، هیچ کدوم از این احزاب و به طور عام حکومت اقلیم کردستان را نمیتونیم این تهمت رو بهشون بزنیم که اطلاع داشتن که همچین چیزی داره اتفاق میفته. این نمیتونه حقیقت داشته باشه. این روزها اطلاعاتی هم در مورد اینکه موشک‌ها در داخل خاک کردستان عراق شلیک شده، احتمالاً از کرکوک، ما این را کاملا رد میکنیم و به هر صورت نمیشه جهتی به غیر از خود جمهوری اسلامی رو در به اجرا گذاشتن این تهدیدات مسئول دانست. حالا جدا از برخورد نظامی، از نظر بین المللی حمله جمهوری اسلامی به خاک عراق پذیرفته نیست. چه برنامه ای هست در قبال این حمله؟ ببینین، واکنش ما به این حمله قبل از هر چیز ادامه مبارزه و ادامه راه شهدا هستش. و ولی همانطور که شما فرمودین، بعد بین المللی قضیه بسیار مهم است. طبیعی نیست که در زمانی که همه رو این صحبت میکنن که باید میدان مانور جمهوری اسلامی در منطقه رو محدودتر ساخت، جمهوری اسلامی با وضعیتی هم حالا که درش قرار گرفته بتونه چنین رفتار بکنه. ما اقداماتی رو که در پیش گرفتیم اینه که واکنش بین المللی رو افزایش بدیم. متاسفانه در 48 ساعت اول پس از ماجرا واکنش بین المللی مخصوصا پیش آمریکایی ها خیلی ضعیف بود. الان خوشبختانه در دو روز گذشته وضعیت بهتر شده. کار ما اینه که بیشتر در موردش صحبت بشه با در رسانه‌های بین‌المللی و با مراکز تصمیم گیری سیاسی جهانی در تماس هستیم که کاری بشه، چه در سطح سازمان ملل و اتحادیه اروپا، چه مخصوصا در سطح کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا. ببینید، در 4-5 سال گذشته حزب دموکرات کردستان مذاکراتی داشته است با فرستاده‌های جمهوری اسلامی در اربیل عراق. اون مذاکرات یعنی شکست خورد که حالا منجر شده به حمله موشکی جمهوری اسلامی به مقر حزب دموکرات کردستان. همین که حزب ما در طول این نزدیک به 40 سال لااقل 3-4 بار آمادگی این رو در خودش نشون داده که سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی بنشینه و پشتیبانی های حزب ما از راه حل های مسالمت آمیز و دموکراتیک نشون میده که ارجحیت ما برای به سوی راهکارهای نظامی نمیره. در مورد سوال شما هم عرض کنم خدمتون، تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی روی این موضوع اصلا جدی نیست و موضوع مذاکره رو یا برای به منظور ترور رهبرانمون به کار گرفته و یا برای اینکه در میان احزاب کردستان ایران تفرقه بیاندازه.
اون مورد اخیری هم که اشاره کردین در واقع مذاکره‌ای صورت نگرفت، نشست هایی بود ولی نشست ها دقیقا روی موضوع چگونگی انجام مذاکرات بود و که به جایی نرسید. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که در سال 1375 در حمله که اشاره شده است تو این فیلمی که بخشایشو دیدین به مقر حزب دموکرات، ادعا میکنه که با وساطت اتحادیه میهنی کردستان عراق تعهدنامه گرفته از حزب دموکرات کردستان ایران که عملیات پیشمرگه رو متوقف کنه. ما گفتیم که باید کتبا بنویسید که دیگه به هیچ وجه وارد خاک ایران نباید بشید و هر گونه فعالیتی در خاک ایران منجر به نقض عهدتون خواهد شد، کلن باید ترددتون به خاک ایران متوقف بشه. اونو نهایتاً کتبا نوشتند که الان سندش تو سپاه هست و آیه مصطفی هجری که اون موقع جانشین دبیر کل بود، چون خود دبیر کل نبود که الان خودش دبیر کل هست، ایشو امضا کرد، مهر کرد و اینو فرستاد برای ما. یعنی تاریخش هم 11 مرداد 1375. توی بیان جمله اولش این بود، یعنی جمله اول این بود که به دنبال گلوله باران سپاه پاسداران بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات توافق شد که از این به بعد حزب دموکرات از اعزام تیم‌ها به داخل ایران جلوگیری بکنه، تیم‌هایی که به داخل ایران فرستاده فراخوانی بکنه و موضوع خروج از فاز نظامی یا از عملیات نظامی رو در کنگره یا پلنوم بعدیشون مورد بررسی قرار بدن. خب آیا حزب دموکرات کردستان ایران چون این تعهدنامه‌ای رو با جمهوری اسلامی امضا کرد سال 75؟ صرف نظر از اینکه ما همیشه این حق را برای پیشمرگان خودمون و برای ملت کرد محفوظ نگاه داشتیم که باید جایی که لازمه و مورد یورش قرار میگیرن از خودشون دفاع بکنن و در این زمینه هم هرگز کمترین اتفاق توافق میان ما و جمهوری اسلامی صورت نگرفته و هیچ تعهد کتبی پیش ما نیست، هیچ تعهد کتبی ندادیم که مثلا دست به اسلحه نبریم، ولی به هر صورت با این حال هم تکرار میکنم که آنچه که ما انجام دادیم همیشه با ضمن این که ما ناچاریم که نیروی پیشمرگ خودمون رو حفظ کنیم و تقویت کنیم در شرایطی که درش قرار داریم، در وضعیتی که در ایران حاکم هست، شما میبینید که فعالین مدنی در داخل کشور که اسلحه به دست ندارن که اعدام میشوند، مردم کردستان که با جمهوری اسلامی در مبارزه مسلحانه نیستن که مورد سرکوب قرار میگیرن. پس این ما این را حق خودمون میدونیم که از همه روش های مشروع و روای مبارزه استفاده بکنیم، ولی باز هم ما سعی میکنیم در این روزهای که با این اتفاقات اخیری که پیش اومده طبیعتا در جهان خارج توجه محافل بین المللی را برای روی این موضوع جلب کنیم که احتمالا سعی بشه که از این که تهدیدات جمهوری اسلامی دوباره به مرحله اجرا گذاشته بشه ازش جلوگیری بشه و این هم فقط از طریق نظامی و از طریق کنترل دوباره آسمان کردستان عراق از سوی هواپیماها و جنگنده های آمریکا شاید صورت بگیره، ولی به هر صورت ما سعی میکنیم که بر مبارزه خودمون، بر مبارزه مشروع خودمون به این مبارزه ادامه بدیم و دوباره با این وضعیتی هم که پیش اومده اولویت کار ما تقویت نیروی مدنی و پتانسیل مبارزاتی مردم هست در داخل کشور. بسیار سپاسگزارم از دکتر آسو حسنزاده، سخنگوی حزب دموکرات کردستان و جانشین دبیر کل این حزب. ببینید یه توضیح کوتاهی البته بدم، بعضی شاید سوال بکنن که چرا اینا تو کردستان عراقن، تو خاک عراقن. درباره محل استقرار و فعالیت احزاب کردستان ایران، احزاب کردستان ایران از همون جنگ کردستان در سال 58 و 59 و به ویژه از 59 به بعد
به کوه‌ها عقب نشینی کردن، از شهرها ناگزیر، وقتی در واقع اشغال و سرکوب و خونریزی وحشتناکی که بود، اینها به کردستان عراق در واقع عقب نشینی کردن و از همون موقع با حمایت احزاب کرد عراقی که خیلی هم قدرت دارن در منطقه، در کردستان عراق مستقرن، چون از نظر امنیتی دیگه امکان فعالیت علنی در ایران رو ندارن و از همونجا هم فعالیت های سیاسیشون رو در داخل ایران ادامه داده اند و گاه فعالیت های ایزایی پیشمرگم بوده است در طول تقریبا همه این سالها. باری در خدمت آقای عبدالله مهتدی هستیم، دبیرکل حزب کمله کردستان ایران. خوش آمدید آقای مهتدی به این برنامه صفحه آخر. آقای مهتدی، من مقدمتا ازتون این پرسش رو دارم که جمهوری اسلامی در یکی از ضعیفترین شرایطش الان از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، سیاسی، داخلی منظورم، و دیگه احتیاج به توضیح نیست، و از نظر بین المللی هم با جاری شدن این تحریم ها و هرچه بیشتر هم داره تشدید میشه که دیگه تا 13 آبان که اوجشه و یک حالا پیشبینی بنبست اقتصادی اصلا میشه برای جمهوری اسلامی در واقع شاید آغاز شده باشه. خب در یه چنین وضعیتی که جمهوری اسلامی در وضعیت خیلی موقعیت ضعیفی هست، چرا اصلا باید بیاد الان یه همچین به اصطلاح خودنمایی بکنه یا قدر قدرتی بکنه، موشک پرانی بکنه و این کشتار رو بکنه و همزمانیش به ویژه با اعدام اون سه جوان کردی که دوتاشون 9 سال تو زندان بودن؟ خواهش کنم بفرمایید. با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، بایستی بگم که چیزی که گذشت و روزهای گذشته اتفاق افتاد یک زورآزمایی بزرگ بین حاکمیت جمهوری اسلامی و مردم کردستان بود. اونها با اعدام جوانا و با موشکباران ستادها و مقرهای و محلهای مسکونی نیروهای احزاب کرد در کردستان عراق شروع کردند و پاسخش رو با بزرگترین نافرمانی مدنی و بزرگترین حرکت اجتماعی و مدنی در تمام شهرهای کردستان گرفتند. اگرچه پاسخ کردها خشونت آمیز نبود و مدنی و اجتماعی بود، ولی بسیار نیرومندتر و کاراتر و براتر بود. به نظر من جمهوری اسلامی تلاشش این بود که زهرچشمی از کردها بگیره، به خصوص همونطور که شما اشاره کردید در این شرایطی که در حضیض ضعفش قرار داره در مقابل مردمش، قبل از هر چیز میخواست این درسی رو به کردها بده، ولی به نظر من درسی رو دادن بهش کردها. البته همیشه من بگم، همیشه برای یک حکومت ممکنه که تعدادی از شهروندان خودش رو به قتل برسونه، ترور بکنه، و همیشه میتونه به اینجا و اونجا موشک پرانی هایی بکنه. بنابراین این آخر کار نیست، نخواهد بود، اما نتیجه‌ای رو که جمهوری اسلامی میخواست بگیره نتونست بگیره. من بازنده اصلی رویدادهای اخیر رو با وجود ضربات و تلفاتی که به کردها وارد کرد، من بازنده اصلی رو جمهوری اسلامی میبینم و فکر میکنم که مطمئنم اونها در درون خودشون الان دارن راجع به این پاسخ نیرومندی که از جامعه کردستان گرفتند دارن فکر میکنن. ببینین، برنامه مرکز همکاری احزاب کردستان ایران چی هست در ادامه این کار؟ چون قاعدتاً وقتی که حمله به اقلیتی میشه، اجزای این اقلیت همگرایی بیشتری پیدا میکنن و خب این باید در بین احزاب کردستان ایران هم مشهود باشه و تقویت اون مرکز همکاری احزاب کردستان ایران. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران که هنوز یک سالش هم فکر کنم تموم نشده، کمتر از یک ساله که تأسیس شده، این مرکز به اعتقاد من با عملکرد خوبی داشته تا به حال، به نقطه امیدی برای فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی در کردستان و به مرجعی تبدیل شده، ولی من این رو کافی نمیدونم. ما بایستی به طرف ایجاد یک جبهه متحد
کرد بین این احزاب و تمام نیروهای مدنی و نهادها و شخصیت‌های سیاسی در داخل و در خارج کشور بریم. ما بایستی به طرف ایجاد یک مرکز هماهنگی که تمام فعالیت کردستان رو مدیریت و اداره کنه بریم، به طرف یک شورای هماهنگی نیروهای پیشمرگ ما باید ایجاد بکنیم و بالاخره بایستی ما یک نهاد یا مرجع دیپلماسی بین المللی سازمان بدیم، این احزاب سازمان بدن. این کار رو که کردیم اون وقت به نظر من کاملا در موقعیتی خواهیم بود که بتونیم با نیروهای اپوزیسیون دموکراسی خواه ایرانی هم پیمانهای بزرگ و اتحادهای بزرگ ببندیم. نفع مشترک همه ما در اینه و به نظر من این شما دقت کنید، این یکی از زیانهایی که جمهوری اسلامی از قبل این حوادث خورد اینه، میخواست کردها رو به عنوان نیروهای تروریست تجزیه طلب منفور مردم ایران نشون بده و این تلاش بی حاصلیست، 40 سال داره میکنه. اتفاقا حرکت مدنی بزرگ کردستان در اعتراض به موشک بارانها و اعدامها باعث ایجاد تحسین و ستایش خیلی بزرگی در بین نه فقط نیروهای سیاسی بلکه مردم عادی در تمام ایران شد و این جای خوشحالیه به نمونه‌ای و الگویی از اون نوع مبارزه‌ای که در سرتاسر ایران باید بهش دست زد تبدیل شده و باید تبدیل بشه. من اینها رو میبینم. توجه بکنید الان شما میبینید که در مدتیست و حوادث اخیر تایید کرد که جمهوری میتونیم این نتیجه رو بگیریم که با توجه به حوادث اخیر و قبل از اونش حتی سیاست ترور مخالفان جمهوری اسلامی در برون مرز دوباره کلید خورده توی جمهوری اسلامی. شما حتی فکر نکنید این شطوریست در خونه همه میخوابه. اینطور نیست فقط امروز کردها را هدف قرار گرفته، مگه همین مدتی پیش نبود که در بلژیک و اتریش و اینا فکر میکنم یه درو دولت اروپایی دستگیر کردن. بنابراین به کشورهای غربی هم میتونه برسه، به نیروهای سیاسی دیگه میتونه برسه. من به همین دلیل از همه نیروهای سیاسی ایران و شخصیت‌های سیاسی و همه نیروهای مؤثر تقاضا می‌کنم که صدای اعتراض خودشون علیه این جنایت‌ها در کردستان بلند بکنن، به مراجع بین‌المللی نامه بنویسن و از مبارزات مردم کردستان پشتیبانی بکنن. من فکر می‌کنم این مبارزه اصلی هست که جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی خواهد کرد. آقای معتدی، ببینین اشاره کردین در صحبتتون اول برنامه، اول صحبتاتون، که خب میتونه جمهوری اسلامی هر جا رو بزنه، هر جا، یعنی اتفاق میتونه بیفته. در مورد ابعاد بین المللیش اشاره شما کردین، ولی من میدانم، هممون میدونیم که سیاست عراق و رابطه ایران و عراق بسیار پیچیده است و سیاست داخل کردستان عراق هم، ولی در برابر چنین حمله‌ای در داخل خاک یک کشور، آیا دولت عراق و اقلیم کردستان عراق ضعیف برخورد نکردن اگر واقعا مخالف چنین حمله‌ای هستند و اگر واقعا میخوان پیشگیری کنن از حرکت‌های مشابه جمهوری اسلامی در داخل خاک عراق؟ چرا ضعیف برخورد کردن؟ اونطور که باید و شاید نکردن، ولی اینا خودشون هم در موقعیت ضعیفی هستند. عامل اصلی به نظر من عبارت از این هست که ببینید مدت هاست جمهوری اسلامی با این نوع سیاست ها، با این نوع دخالت ها، با این نوع گروکشی ها در واقع داره باجگیری میکنه از دنیا. سیاست دوره اوباما، نه فقط امضای برجامش که به جای خود میتونه مورد بحث قرار بگیره، من منظورمون نیست، ولی کلن فضایی که به دنبال برجام ایجاد شد ایران رو در منطقه گستاخ کرد. اون عاملی که الان به خصوص باعث شده
به این حرکت ها دست بزنه، من ضعف داخلی جمهوری اسلامی و چالش های بین المللش میبینم. ضعف داخلیش به این معنی که سعی میکنه زرچشم بگیره از مردم ایران، به خصوص از مردم کردستان که پتانسیل خیلی بالایی برای مبارزه دارن، زرچشم بگیره و اونها رو به رکود و تسلیم وادار بکنه، که من نظرم اینه کاملا ثابت شد شکست خورده. در این حال میخواد با باجگیری و زورگویی در منطقه این برداشت رو به جهان خارج بده که آقا جمهوری اسلامی دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، بهتره باش کنار بیایم. اینها همه تلاش هاییست به خیال خودش برای اینکه با این زورگویی ها دیگران رو وادار کنه که باش کنار بیان. تصور من این نیست که اون سیاست دوره اوباما دیگه ادامه پیدا خواهد کرد، باید دید، البته باید دید، ولی نظر من اینه که همه دیگه کاردشون به کارد به استخونشون رسیده و کاسه صبرشون لبریز شده. فکر نمی کنم این ماجراجویی های منطقه‌ای که جمهوری اسلامی ایران رو بهش کشونده برای خود جمهوری اسلامی هم از این به بعد نفعی داشته باشه. یعنی قواعد بازی عوض شده، ولی جمهوری اسلامی با شرایط قبلی داره بازی میکنه. آقای معتدی، آیا در ادامه اقداماتتون شما و احزاب دموکرات در داخل کردستان ایران عملیات ایزایی پیشمرگه رو تقویت میکنین در چشمنداز با توجه به این اقدامی که جمهوری اسلامی کرده است، یا کاهش میدین؟ ببینید، پیشمرگ در کردستان فقط یک اسم نیست یا یک نیروی مسلح نیست، یک نهاده، یک مؤسسه است، بخشی از تاریخ، بخشی از جامعه است. اینا حافظ مردمن، حافظ من جان مردمن، حافظ منافع مردم کردستانن. بنابراین پیشمرگ خواهد بود و تقویت هم خواهد شد. ولی توجه بکنید که بزرگترین اسلحه‌ای که در دست مردم کردستان و احزاب کردستانه جنبش های توده‌ای و مدنی و اجتماعی است. این نقطه قوت ماست، ما باید این نقطه رو تقویت کنیم. توجهتون رو به این جلب میکنم، من نظرم اینه با این عملیات جمهوری اسلامی میخواد خشونت رو بیاره توی بازی و مدت هاست دارن مردم میترسونن توی ایران که گویا ایران داره سوریه میشه، یا اگر اونا بر علیه جمهوری اسلامی کاری بکنن ایران سوریه میشه. سوریه هم جمهوری اسلامی سوریه کرد و الان داره ایران هم با این کارها سوریه میکنه، داره تلاش میکنه خشونت رو تزریق بکنه به بدنه جنبش. پیشمرگ آماده است برای دفاع از مردم کردستان، ولی به نظر من اونچه که سلاح برنده و مؤثر ماست عبارت از این همبستگی درونی، اتحاد درونی و مبارزات توده‌ای و مدنی توأم با سیاست‌های بین‌المللی و صحیحی است که میتونیم در پیش بگیریم. سیاست‌های درستی است که در همبستگی با کل جریان دموکراسی خواهی ایران میتونیم در پیش بگیریم. ببینید، در پیوند با همین موضوع دو دقیقه اگر به امکانش باشه توضیح بفرمایید که در برابر اتهام جدایی طلبی چی داریم بگیم؟ ببینید، این تبلیغاتی است که 40 سال جمهوری اسلامی داره میکنه و حقیقت نداره. تمامیت ارضی ایران از طرف کردها مورد تهدید نیست. شما توجه کنید، خزر رو به کردها میگن، متهم میکنن، ولی خزر رو اونا از دست دادن، سواحل جنوبی ایران رو اونا دادن به چینیا، چاه‌بهار رو اونا دادن به هندیا فروختن. اونها هستن، جمهوری اسلامی هست که چوب حراج به این مملکت زده و همه رو به خاک سیاه نشونده و امنیت کشورم با ماجراجویی های منطقه‌ای و بین المللیش به خطر انداخته. کردها درست از حق خودشون دفاع میکنن و باید بکنن و نیرومندانه خواهند کرد، اما این کار رو در چارچوب کشور ایران میخوان بکنن و یکی از عناصر و عوامل اصلی دموکراسی خواهی در امروز و فردای ایران هستند. بسیار سپاسگزارم آقای عبدالله معتدی، عضو سابق و قدیمی کمیته مرکزی حزب کومله و دبیر کل فعلی حزب کومله کردستان ایران. ممنونم آقای معتدی. خیلی ممنون. خب، ما فرصتی برای پخش ویدیوی دیگه نداریم، بنابراین اجازه بدین که یک کله بریم پرده آخر.
چرا نمیریم پرده آخر؟ خب برین دیگه. بنده خدا جوان بودش، این آقای طباطبایی پسران بزرگ شده ان شاء الله. من بله من بچه بود دیدم شنبار تو جلسه آوردن، من کار خدا البته. این هر سوالی ازش میکردن از قرآن آیه میخوند که تو اون آیه جواب بودش. خب این نمونه های خدا اینجوری درست میکنه که بعد اون وقت رفته بود عربستان، اونجا خیلی سوال جواب ازش کرده بودن. یکی از اون آخوندهای سنی ها گفته بود مسئله امام جواد حالا برای ما حل شد. من میگفتیم بچه که چیز بلد نیست، خب این بچه هست همه چی بلده. بله بله جان، بردن انگلستان. این که شوخی نگیرید، اونجا فقط قرآن نخونده، مثلا گفتن که فلان چیز هسته ای چیز علمی یا دعوای ایکس اد چیه، دعوای مثلا چیز اونجوری قرآن میخونه، تو قرآن در میاره. 5 تا دکترا بهش داده انگلستان که بلده. من عاشق اینم. شب و روزگار خوش.